سلام دوستان، محمد هستم با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم و در این برنامه از باید بدانیم به سریال جنجالی این روزهای نمایش خانگی به نام خاتون و اینکه این سریال و شخصیت خاتون از چه شخصیتی در واقعیت الهام گرفته میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما هم زنگوله کنارشو بزنید. در این روزها حمله روسیه به اوکراین همزمان شده با پخش سریالی در شبکه نمایش خانگی ایران که روایتی عاشقانه است در زمان اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در سال 1320. در این سریال شخصیت‌های منفی داستان روس‌ها یا همپیمانان ایرانی‌ها هستند. خاتون یک مجموعه تلویزیونی ایرانی محصول سال 1400 در ژانر عاشقانه تاریخی به کارگردانی تینا پاکروان و تهیه کنندگی علی اسدزاده است. از بازیگرای اصلی سریال میتونیم به نگار جواهریان، اشکان خطیبی، میر سعید مولویان، مهتاب ثروتی، بابک حمیدیان، رضا بهبودی و شبنم مقدمی اشاره کنیم. این مجموعه از 18 مرداد 1400 به صورت اختصاصی از نماوا پخش شده. ادامه فصل اول این مجموعه از 6 دی شروع به پخش شد. خاتون داستان خانواده‌ای رو در بستر تاریخ روایت میکنه. داستانی که از ابتدای شهریور سال 1320 و در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین آغاز میشه و سرنوشت تحولات یک خانواده و یک سرزمین رو به تصویر میکشه. تاریخ ایران با همه فراز و فرودهاش در زندگی همه ما جریان داره و خاتون داستان زنی از زنان این سرزمینه که روزی روزگاری در ایران برای زندگی جنگیده. شخصیت خاتون دختری از تهران با اصالت بختیاریه که به خاطر نجات جان پدرش از دست نیروهای ارتش بریتانیا با سرگرد شیرزاد ملک مستبد و عاشق پیشه ازدواج میکنه و در یک خانه اربابی در شمال ایران همراه با پسر کوچکش و مادر شوهرش زندگی میکنه. مادر شوهر زنی پر از زخمهای عمیق عاطفی ناشی از خیانت و بیمهری همسر درگذشتشه که تحمل تقسیم کردن مهر پسرش با عروس ناخواستش رو نداره و خاتون اما زنی از جهان دیگره. او در تهران بزرگ شده، فرانسه و انگلیسی صحبت میکنه، اهل کتاب خوندن و وطن پرسته و ظاهراً از سیاست درک عمیق تری داره. در عین حال که رفتارش معصومانه است، خوشبوش و فریبنده هم هست. سرگرد ملک که بیشتر با همسرش مثل یک شیء تزئینی رفتار میکنه، او رو مانند هنرپیشه‌های آمریکایی در کنارش میخواد و برای رسیدن به این مقصود، مدام او رو با اهدای لباس‌های مد روز و جواهرات زیبا غافلگیر میکنه. اما خب زندگی عادی این زوج با شروع اشغال ایران توسط متفقین و سرازیر شدن نیروهای نظامی روسیه به داخل خاک ایران و اشغال شهرهای شمالی وارد چالش‌های جدیدی میشه. این دو شخصیت در مواجهه با مسائل سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی دارند و همین تفاوت نگاه خاتون به مسائل سیاسی و اجتماعی و رفتارش با خدمتکاران کم کم باعث دور شدن این زن و شوهر از همدیگه و شکلگیری نقطه جوش درام و آغاز ماجرای دیگری میشه. کارگردان این سریال تینا پاکروان در سینمای ایران به عنوان منشی صحنه، دستیار کارگردان، مدیر تولید و بازیگر هم فعالیت کرده و در کارنامه‌اش همکاری با بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و ضیاءالدین دری دیده میشه. او که فیلمنامه سریال رو خودش نوشته، پیش از این گفته که برای شکل دادن به داستان از زندگی یکی از زنان خانواده‌اش در دوران قدیم الهام گرفته. اما فیلمنامه خاتون هرچند در نمایش زندگی خانوادگی و عاشقانه شخصیت اصلش قابل قبول از آب در اومده، اما در نشان دادن شرایط ایران در روزهای پر التهاب اوایل دهه 1320 دچار مشکلات جدیه و میشه گفت که بازی در سریال خاتون نقطه عطف کارنامه کاری اشکان خطیبی در عرصه تصویره. او نه تنها گروه سازنده رو ناامید نکرده، بلکه به نقطه قوت سریال هم تبدیل شده. نظامی عاشقی که حاضر نیست جواب رد بشنوه و حس مالکیتش بر تمام احساسات دیگرش غلبه کرده. نگار جواهریان در نقش خاتون هرچند ضعیف نیست، اما جزئیاتی که از این شخصیت ارائه میده پیش از این بارها دیده شده. ترکیبی از حجاب و حیا و اغواگری و رمزآلود بودن که در چهره و شیوه ی حرف زدن این بازیگر وجود داره، اینجا هم مهمترین وجه بیرونی شخصیته.
و قبلاً در کارهای سینمایی نگار جواهریان دیده شده. ایشون مانند اشکان خطیبی برگه برنده ای نداره، اما به معنای واقعی بازی استانداردی ارائه میکنه و شخصیت خاتون رو با تمام فراز و فرودهای زندگیش در قالبی باورپذیر به مخاطب ارائه میده. داستان سریال خاتون در جریان تاریخ معاصر همزمان با حمله متفقین به ایران در شهریور 1320. خانواده ملک خانواده ارتشی که در رشت زندگی میکنه. پدر خانواده ناصر ملک لاهیجی از دنیا رفته و اکنون شیرزاد ملک مسئولیت اداره خونه رو داره که اشکان خطیبی نقش او رو بازی میکنه. مرد ارتشی جوان که وظیفه ملی و ارتشی خودش رو پاسداری از خاک وطن میدونه و برای دفاع از اون احساس مسئولیت میکنه. شخصیت اول این سریال همونطور که گفته شد خاتون بختیاریه، زنی جوان با میل به زندگی و پیشرفت در ایران که با ظهور پهلوی اول در کشاکش گذر از سنت به مدرنیت است. در شناسنامه سریال خاتون زنی معرفی شده که در زمره زنانیه که روزی روزگاری در ایران برای زندگی جنگیدن و تینا پاکروان در مقام نویسنده و کارگردان سریال این جنگ برای زیستن مستقل یک زن رو به دل رویدادهای پرتلاطم ایران در میانه جنگ جهانی دوم که وقایع شهریور 1320 نقطه عطفی برای اون بود برده. بیبی مریم بختیاری متولد 1253 در استان چهارمحال بختیاریه و مشهور به سردار مریم بختیاری نویسنده ایرانی و از زنان فعال در انقلاب مشروطه بود. خانواده بیبی مریم از بانفوذترین خاندانهای ایرانی در دوره قاجار به شمار میاد و پدر او حسین قلیخان ایلخانی از خوانین ایل بختیاری و برادر او علی قلیخان سردار اسعد از رهبران انقلاب مشروطه و نجف قلی سمسام السلطنه دو دوره رئیس الوزرای ایران و نیز عموزاده او از رجال شناخته شده که دوران قاجار و پهلوی محسوب میشن. او مادر علی مردان خان بختیاری بود. بیبی مریم از پیشگامان مطالبات حقوق زنان و از مدافعان ملی سرزمین ایران در خلال جنگ جهانی اول به شمار میاد. او از زنان باسواد و روشنفکر عصر خودش بود که همزمان با وقوع انقلاب مشروطه به طرفداری از حقوق زنان برخاست. فنون اردوکشی نظامی و لشکرداری رو از پدر و برادرانش آموخت و آموزه ها رو در زمان نبردهای انقلاب مشروطه در فتح تهران و نیز فتح اصفهان و همچنین در جنگ جهانی اول به کار بست. بیبی مریم یکی از مشوقان اصلی سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران محسوب میشه و او در نامه‌ها و تلگراف‌های مختلف بین سران ایل بختیاری و سخنرانی‌های مهیج افراد ایل رو جهت مبارزه با استبداد صغیر در زمان محمد علی شاه قاجار آماده می‌کرد و همواره به عنوان یکی از شخصیت‌های ضد استعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بود. بیبی مریم بختیاری پیش از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران شد و در خانه پدری حسین ثقفی منزل کرد. به دلیل حمله سواران بختیاری به فرماندهی علی قلی خان سردار اسعد به تهران، پشت بوم خونه ها رو که مشرف به میدان بهارستان بود، سنگربندی کرد و با عده‌ای از سواران بختیاری از پشت سر با قزاق‌های طرفدار محمد علی شاه مشغول نبرد شد. در این رویداد، او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح تهران میزان محبوبیت او را در ایل بختیاری و مجاهدان مشروطه خواه افزایش داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد، به طوری که به لقب سرداری مفتخر شد و بسیاری از رجال سیاسی و نویسندگان آزادی خواه ایرانی همچون علی اکبر دهخدا، ملک شعرای بهار و وحید دستگردی با خانواده بیبی مریم و نیز با خود او ارتباط و معاشرت داشتند. سردار مریم بختیاری در سال 1316 خورشیدی، 3 سال پس از اعدام فرزند ارشد خودش علی مردان خان در شهر اصفهان درگذشت. او در تکیه میر فندرسکی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. و زندگی بیبی مریم بختیاری سوژه سریال تلویزیونی بانوی سردار ساخته پرویز شیخ‌تادی هم بود که از شبکه 3 سیما پخش شد. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.